شروع شده یا خب ای این افتاد چپه من موقع فکر راسته من تافت میخوای هنوز از سلام سلام شروع شده الان شروع شد چهار تا کیک اینجا نشستیم همه پف اصلا اینطوری نیست من خودم کاملا سر حالم من صبح رفتم دو منم منم دوشا به سرگه ولی پفه رو داری کجا دیدی دور اقیانوس علکی اینو نکاری توی ذهن مخاطب که ساعت من پنج صبح بیدار میشم بعد میرم کتاب موتیویشنال هم میخونم هنوز از آه. تافت استفاده میکنی آقا میخوام الان واقعا تو هم هنوز از تافت استفاده که تافت استفاده میکنه نه. نه. کارون انداخت تو سر من خیلی خوبه, خوبه. آقا تافت واقعا دیگه گذشته احساس میکنم دوباره نه نه اون تافتای باری که لاغری که عکسی یه بود که ما یه موی یه موی برکشید و حالا میتونه بد ولی نه اونایی که ایران اون سلطان <applause> میزد ولی این من حس میکنم خوب <applause> هنوز بعد چند سال سرطان نداره آخه احساس میکنم صنعت مو بعد پیشرفت میکرد دیگه چون ما بچه بودیم تافت بود الان دیگه نمیتونه باشه نه این فرق داره خب ژلم بود خب فکر کنم برای همین این جدیدا خیلی ملایم ترن بعد راحت شسته میشه یا تو تو یه ژل معرفی کرده بودی اصلا ببرای. شسته نمیشه بره. و... پماد من نه من نه, نه, نه من یه معرفی کرده بودم که ببین این نه ژل بود نه پماد بود این چسب خالص بود این میمون با تو <applause> این جوز بیاد تو میجوش عکس برند عکس بود گفتی آره برند عکس بود. بود آره این خیلی لویال بود وفادار بود تا یه مدت خوبی هم از اون استفاده می‌کرد نمی‌دونم تو چرا. باور عجیبی به اون نمی‌دونم چرا دوست دی. آخه این ببین این دیگه موتو میچسبون کف سره دیگه هیچ تکونی نمی‌خوره تو <applause> دورانی که موتکوتا کوتاه بود اون استفاده میکردی یا اون میان دوره هم استفاده میکردم دیگه مثلا محمد جواد میومدم آلندیانو میرفتم بیرون از اینا یزی زین تری میوانم من اینا رو خشم میخوام ولی <applause> الان خوبش اینه که با کش میبندی میکشی عقب دیگه خودش آره این خیلی خوبه کار رو در میاره من خیلی وقت نزادم از پرادکت مویی آها <میق> <تصفح> من ایران خیلی جلباز بودم ساویز و آتوسا آتوسا که سویز آره مثل چیز رو مثل یه چیز از زیرش فشار میدادی میاد بیرون اون چست بود مثلا میگرفتم واسه اون اون خانواده ساپورت نمیکردن آره چه بعد زیر زمین این کارو میکردن آره بعد من کچیرهای مدت خودم میزدم آب میزدم بعد کپک آره زده بعد کپک زده رو هیداشتم میزدم به موام نمیفهمیدم یه سری باور غلط بود جل کچل میکنه کفش بزرگ پاره بزرگ میکنه <تصفح> آخه تو... توش جا میشید خب همین من همیشه استعدالایی بود پس دمپایی دیگه خیلی باید پا رو بزرگ کنید با همیشه که دمپایی, دمپایی کسی جواب من نمیداد همیشه که دمپایی نمیفوشی زشتاشه هم آخه همون آقا من سلام اینجا خودکسته پادکسته خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 جونم براتون میگم که ما برگشتیم با یه اپیزود دیگه از ویژه برنامه های از ویژه برنامه های عیدمون دفعه قبلی اپیزود قبلی با اینکه اپیزود عید بود خیلی اپیزود سوبری بود یعنی تا مثلا یک ساعت و پنج و دقیقه سوبر بود 5 دقیقه آخر در مورد غذا صحبت کردیم یه ذره گفتیم خندیدیم سعی کردیم روحیت رو کنیم ولی این دفعه تصمیم گرفتم که ریشو قیچی و ببخشید طرف جام واقعا معذرت میخوام رشته کار رو دست خودم بگیرم و این کانورسیشن لید بکنم بلکه توی این ایام ایدی یه دو تا اپیزود غیر سوبر سوبر نه دیگه دپرشن مالا سنگی. بتونیم ارائه بدیم به عزیزان دل دم هم, هم گرم توی دو تا اپیزود قبلی خیلی طرفدار داشت جفتشون یکی از ده شدن توی یوتیوب دو تا دو هم مال عید بود هم قبلیش که بیژه مرتضوی و, و پدر اینجا بوده آها آه گلناز و صدف آره بره بره گلناز و همینجا آره برای عیده خوب بود آدم ها نوشته بودن که دلشون تنگ شده بود که ما بیاییم یاوه بگیم به تازه ایما میگه بسید قبلی صوبر بود آره این دیگه این ها برای صوبر باشه؟ نه این که الان انرژی همون خوبه هفته پیش انرژی خوب نبود انرژی بعد شروع کردی میدونیم اول باید اون اول همینطوری باید بندازی یه دونه کانورسیشن فان و وسط بچه ها بگیرن خودشون رو پیدا بکنن بعد دیگه بندازیشون نه خیلی انرژی نباشه واقعا نمیشه می محیط خیلی مهمه هفته پیش اورانوس در زاویه بعدی قرار داشت جونم براتون به که از از زندگیاتون چه خبر؟ همه خوب، همه خوش، سلامت، اشغال برا خدا شکر بدک نبوده من بدک نبوده از, از رحم رو به جا آوردین جایی خیلی خندیدم من تلفنی تلفنی آره دیگه همین حالا خانواده واقعا یعنی پیش کسی نرفتیم تو دریدش نرفتی یا مریض بودی نرفتی چرا میگم یعنی یه خانواده رو فقط دیدیم آه خانواده در جایی که شما که تشوردین خونه ما ایدی بهتون ندیم من بعدی. که آره دیگه من سله رحم تو رو هم به جا بردم حالا سل رحم ما رو هم به جا ولی ده... شما شما هنوز تشریف نیوردین ایدیتون رو بگیرید ایدی میدی می نه خوبی خوبی <laughs> بوسه گرفتیم ما من بوسه از شما. اونو که هر دفعه <laughs> <خوبی laughs> <شما. laughs> یادمون ایمان افتادم ایدی میداد آره آره اسم آقای که اولاییان اومد یادی بکنیم به ازشون امروز خیلی اسمشون اومد هم شما خوابشون, خوابشون بزن. بزن. بله. بله هم الان صحبتشون شد یا الان که اسمشون اومد یه نزنیم به میتونیم یعنی واقعا اگر که خواهانش هست میشه میشه بزنید شما شما اینجا هنوز دیدنی دیگه نرفتی؟ نداریم بس. کسی رو بریم داشتیم میرفتیم نداریم این پروسه عید دیدنی کلا دوست داشتیم از همه مراحلش دیگه از آماده شده از اون روزای عیدی که بعد بریم مثلا آماده شی بری خونه پسرم و پدرتون که ایشونو زیاد شاید نشناسی من خیلی با دوست داشتی خیلی آخه تو آدم آکواردی هستی یعنی تو تو, آکوارد سیچویشن ثرایو میکنی این, بده چجوری دوست داشتی همین دیگه ای که یه سری آدمای خیلی رندوم و قرار بود ببینیم و همشون هم در ته سال یه سری صحبت‌ها راجعشون شنیده بودیم و اینا میخواستم برم ببینم چی به از عید قبلی چی دارن که عید دیگه بله و خیلی آدمای نه که این پرت که میگم از است که اون آدمای پرتی بودن ولی دور خیلی دو... آره خیلی دور بودن یعنی نه زندگیشون شبیه ما بود هیچ هیششون... لیستشون شبیه ما بود برای ما که خب خیلی دیگه سیویرتر از این قضیه بود یعنی ما اصلا یعنی نمی... تو طول سال اصلا نمی دیدیمشون یعنی حتی آره. تو یه شهر هم باشون زندگی نمی کردیم یعنی ما میرفتیم شیراز بعد بز... خب یه فرهنگ متفاوت داره دیگه اه... کاملا یه دیدنی ها تو شیراز شیش متفاوته. وقت جالب بود من الان دلم براش تنگ دوستشم دوست داشتم الانم یه بار برم دوستشم الان مثلا بری خونه عموی بابات یه خونه قدیمی مثلا خیلی باحاله توی یه جای شیراز که هیچ وقت گذارت نمیفته میدونی محله قدیمی شیراز خیلی باحاله یه چیزی هم که فکر کنم شاید یه ذره تجربه تو رو متفاوت کنه با ما یا حالا کارون هم همینجوری این بوده که هم تو هم میرفتی شما مشخصا ایدا برمیگشتید شهر خودتون و میدونی یه ذره داینامیکش با ما فرق باشه خو... یعنی شیرات شیرات رو شیرات رو می می شهر خودتون بس شیراز رو شهر خودتون بر میرفتی می داره آره اینو که داش ما یا میرفتیم اونجا یه بارم من منو فرسا آبادان که زیاد دعوا صحبت کردم <تصفح> شما چی شما داشتین این که سال یه بار میدیدی؟ آره تقریبا همه دیگه مثل همه. شما دیگه فقط ما دو شهر با یه بار تبریز <applause> یه بار اهواز. شما, آه، شما دو شهر <applause> آره بعد اصلا حالا اون موقعی که میرفتیم یعنی پشت هم میرفتیم وسطش برنده میگشتیم تهران ما باید دو ست لباس کاملا متفاوت با خودمون میبردیم تبریز فست. سرد بود قدیم <applause> احواز خیلی گرم بود باید جد. یه ست کامل زمستونی یه ست تابستونی چرا میگه قدیم یعنی الان الان یه ذره عوض شد آه. دیگه تغییرات آب و هوایی یه مقدار شرایط عوض شد ولی قدیم یادمه خیلی باید متفاوت میبونیم بعد دیگه وسط فهمیدیم بابا با میشه یه شب وسط اومد تهران مون و دوباره رفت یعنی خیلی... میرفتید بالا میرفتی تبریز او او بعد مستقیم میرفتیم احواز یه وقتی هم یه تک مثلا خوب خیلی نزدیک یعنی چقدر زمانش کمتر اگه بخوایم مستقیم بریم تا اینکه بخوایم بیاین تهران مستقیم 18 ساعت راه بود خب اگه بخوام این تهران ای چی تهران یه شب میمونی تهران یه شب میرفتی اهواز دو روز یعنی فرقش یه روز بود نمیدونم چرا سالم میمونی اصلا نمیدونم ب... چرا تو ای تایم خواستن سری برسن آه. دیگه ما ما اصلا می‌خواستیم بریم شیراز 4 و 5 صبح را میافتادیم که زو... نهار میرسیدیم ما تر. اون دیگه آره خیلی زود ببخشید عافیت باشید سلامت باشید ام... آره ما چهار پنج صبح را میافتادیم نهار میرسیدیم شیراز یعنی نمیدونم برای چی باید انقدر سری میره یعنی انقدر صبح زود میره و از اون اونورم صبح زود را میافتیم دیدی که شب تو جاده نواشید خطر نه پدر شما آقا شب بود درشم صبح که اولم شب بود من هنوز مخابره میکنم ایران که مثلا شب تو جاده رانندگی که همینجور تاریک بود آره میشه نه اینو میخواستم بپرسم آخه بعضیا مشخصا میخوان شب رانندگی کنن یعنی شب را بیفتن و نمیدونم چرا نا. ببین نه احساس میکنم دوست دارن توی نه نه دم صبح را بیفتی که هنوز تاریکه حس شبه را بهت میده <laughs> اچیومنت شب و داری زودترم آره بنفیت روزمی خیلی میخوان اون آفتاب داغ وسط ظهر رو نخوره تو سر ام ماشین ام. این خیلی مهمه تو سر ماشین آفتاب نخوره <laughs> <laughs> <applause> 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 نه نه ما آفتابه آره اون موقع ما چیز بودیم دیگه سر ظهر میرسیدیم به نزدیک های شیراز گرم بود دیگه واقعا م. هواش متفاوت بود ما الان فامیلامون رفتن شیراز خاله رفتن شیراز ما خیلی عشق میکنم عکس میذارن همین تو نه بابا آره خیلی باحاله همین این کارو بکنیم اون کارو بکنیم در ادامه سفر رفتم جنوب آبادان الان کجا شهران فومن کجا الان؟ دوشه <applause> <بوشان بوشان> <applause> <applause> ولی یه عکس گذاشته بودن خیلی حالا از این عکس تو اینترنت خوب زیاد هستن گذاشت بودن تخت جمشید وای 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 بذار ببینم آره دیگه تخت جمشید آقا یه جوری نکرد تمیش شد واقعا فشار میخورم اسم تخت جمشید میاد خیلی خوب قشنگ بود اینا ولی انقدر آشغال ریخته بود و آشغال انقدر یادگاری نوشتن روی امیر و مهسا قلب حالا حتما امیر و محسا میگفتی؟ نمیدونم حالا اسم هم اومد تو <تصفح> مثلا مرتزا مثلا فاطمه آه. چه میدونم خیلی از عجیب بود اسم چیه مم. قضیه امیر و محسا من یه قضیه زردیه میگن امیر و محسا. نه نمیدونم اجازه بده پذیر نباشم ولی خیلی زیاد یعنی من اولین باری که بعد از چندین سال رفتم میگم برمیگره به چهار پنج سال پیش که رفتم خیلی اذیت شدم <متصفيق> بعد سید مرتزان به عنوان نگهبان نشسته بوده ولی خب نشسته. زیاد چیزی نبودن که بخوان اعمال بکن اعمال که اصلا بخوان حسلش نداشتن یعنی واقعا این احساس میکنم بعضی از شیرازی ها توی اون چیزه توی اون استریوتایپ گیر میکنن یعنی میگه چیزیه تنبلن یارو میگه خب دیگه ما تنبلیم کارش نمیشه دیگه همه قبول دارن دیگه سر کارمون شما چه خبر؟ ما هم هیچ سرم ساکت نشستی اینجا سومون بک اومدم حضور به هم برسیم فرهنگی خواستی داشت ای دیدنیاتون که متفاوت باشه توی شمال و جنوب نه این اون سری هم پرسیدن. نه قضا رو پرسیدم دفعه پیش الان میخوام بینم مثلا کار خاصی و متفاوت انجام میدم خب, خب یه سوال دیگه از بپرسم سوالایی که اونجا ازت میپرسن تو شما رو جنو متفاوته مثلا میبینی فامیلای سالی یه بار میبینیشون دیگه معمولا اینی که خب کنکور چی شد که ازدواج میکنی؟ مثلا نه دیگه آخه من اون موقع که میرفتیم دو جا رو سنمون کم بود بعدش هم امتحاناتو چه جوری دادید نه کسی هیچ امتحان امتحانات اصلا کسی با کارون نه, نه. امتحان و اینا هم میدونستن مثلا کلا اوضاع چطور اینا های مثلا اتو عارد... دید... میپرسیدن یا کلا نمیپرسن چون اساسا گفتم این سوبر ولش کنید نمیدونم از بقیه میپرسن تو مال یه چیز میخوام منم تو رو تعویض یا واقعا کسی تعویض نمیگرفت حالت بازجویی داشت پیدا نه فکر نه همینجوری میدونستن دیگه بعد دیدی اینا مثلا دیر به دیر میبینی او پسرم چند ساله، مثلا تو کلاس فوق چه بزرگ شدی بابا زمان خطی حرکت میکنیم ما که یه جامپ نکردیم که چیز صاحب شما دیر دیدی بعد تو هم گفت شما خیلی خوب موندی شما عالی مونید شما تکون شما چی سوالی از پدر وزاتون میپرسیدن عجیب غریب نه چون بعد از اپیزود قبلی خانوادار که ادیم مطرح شد که چی واقعا چه, کاری ما متفاوت متفاوت دیدیم زیاد کار متفاوتی انجام خیلی آدمایی نه ولی مثلا فکر و فامیل شما سوال نمیپرسن که آقا درس و مشق چطوره فامیلای همتون متمدن بودن فقط فامیل ما بوده که سوال میپرسید خب یه نمونه سوال... شما چی نه مثلا اینکه چه میدونم درساتون چی شد امسا کنکور میخوای چی کار بکنی کی میخوای زن بگیری آه، ما از دیگه شروع کردن پروسه کانادا اومدن و هی پرسیدن و هی همین کانادا پی... چطور آره. حالا مثلا چرا نمیرین و مثلا شما که البته ما نمیگفتیم داریم الان میریم اینا ولی به سه پیگی بودن که چرا هنوز اینجایی ما هیچ کی باورشون نمیشد ما که میخواستیم بریم هم. چون ما اسفند شد یعنی کارمون که میخواستیم بیایم و خب نزدیکای عیدم بود همه خریدای عیدشون رو کرده بودن موقعی که ما می‌خواستیم بیام ما قبلش رفتیم شیراز با خانواده خداوزی بکنیم بیام هیچکس باورش نمی‌شد یعنی فکر کردم ما برای سفر عید می‌خوایم بریم بعد دوباره برمیگردیم ولی <تص rim yes> ولی اتفاق نیفتاد آره آخ آخ اینو گفتی یه چیزی یادم اومد همین دم عید و اینا بود فکر کنم با کوروش جان بودیم بعد یهو اینو ما گفتش آقا بیا خاله من مهاجرت کرد کانادا خاله ایشون بعد کلید خونه رو داده بودن به مادر کوروش که مثلا حالا حواسشون باشه به خونه و اینا بعد میدونید که جوانان توی ایران مشکل اصلیشون چیه مکان بله لنگ جا هستن <applause> الان کمتر شده آقا ما گفتیم به به جا خونه خالی ما رفتیم مثلا چه میدونم یه شب اونجا دوره همی بود با کوروش آره با کوروش بقیه بعد او خبر رسید مثلا یه هفته بعد دارن برمیگردن از کانادا به اونجا آقا مگه کرج رفتید مثلا یه هفته مگه مهاجرت نکرد خوششون نیومد برگشتن برگشتن بله با اون, دلار با اون دولار میشد یه هفته متوجه شدی بودی نیم نه مثلا هر سال ساله ساله پیشه خوب. تو یه،, تو یه هفته فهمیدن دوست ندارن کانادا رو برگشتن مصاحبه نه آقا. خیلی, قویه. آقا, خیلی خوب قویه. خوب آقا خیلی قویه ما تازه به من میدونم شما میدونم. تازه جارو رو پیدا <applause> کرده بودین نشین تو جای تخت جدیدتون نشین نشین <applause> جا پیدا اصلا باورمون نمیشه. فکر فکرم الان پشیمون باید نمیدونم مهم نیست ولی آخه یه هفته اون باشه او خاله آها اون خاله مرگشت. آخه یه هفته سفرم بری خوش بهت میگذره یعنی اصلا مجالی نیست که خوش بستگی داره آه. کدوم شه. مثلا یه هوت هو رو سا... مثلا وسط زمستون برسی کبک خب با کبک شهر توریستی میشه آلبرتا مثلا فرق نداره همش یه ساعت هم باره. دوش تو سو سرما بری بیرون خب اصلا نمیدونم چی پر شده پرکوپرد میری زد تهران فکر کن یهو بری تو منفی چل درجه یارو میگه ولم کن بابا بس نگه بری یلو نایف نه نه تازه میگم یلو نایت بچه هم یلو نایت یلو نایف فعلا مثل این که بیسی هزار میده سالی اگر که بریم تحقیقاتش به آره. آقا شما همه داریم بهش فکر بگنید که بری داره نمیدونم اگه اوزا خیلی چیه داری نه همینه میخوام ببینم اگه اوضاع خیت شد بریم اونجا ما که خونه ایم همش جایی نمیریم آقا بریم اونجا بیوفیم تو خونه پوزتیو بشیم آره بابا یه موضوع دیگه یادم اومد به گفت توی ایام عید تو خانواده پیش می اومد که یه خانواده میخوان برن مثلا سفر و به هر حال خونهشون خالی میموند حالا شاید محله مثلا امنی نداشتن یا هر دلیلی که بود نه یکی باید خانواده ما اینجوری بود یکی باید هر شب اونجا می بود می خوابید باید چراغ روشن میکرد قشن سنگر رو نفس می چون ها می یا برمیگرد می بینید تو خونه داره زندگی می من بچگی به این فکر بودم که خب اگه بریزن سر اون یه نفره مثلا میدونید بچه ای داریم اونجوری فکر میکنیم همیشه میترسیدم سر اون کسی که داره خونه رو آره کنه ارزشی داره موردی که تو داری میگی واقعا اتفاق امکان داشت بیفته آره خونه جای خوبی نه آخه داستانی که بود تو شیراز هم اتفاق میافتاد این بود که همه میرفتن مسافرت بعد یه پرایم تایم بود برای یه <تصفح> دوزان عزیز که تشریف بیارن خونه رو خالی بکنن آره. ولی این دوزان دقت کرده بودی از مثلا یارو با یه یالو کوپال و تفنگ و اینا میومد دوزی یکی گفت کیه؟ در میرفتن آجو یعنی فقط بس صدا میدادی تو شیراز هیچ نیاز به هیچ کار دیگه نبود تو صدا میدادی بنده خدا در میرفت حضور تو بعد اعلام میکرد یو رو با یه چیز مثلا چاقو خورده قرمه خورده میومد دوزی بعدم می گفتن کیه در میرفت دوزای شیراز واقعا دوزای دوزای <laughs> <laughs> خوبی نبودن خدا اکلی. خیلی عقب. عقب بکشیدن خیلی سریع بیخیال میشدن حسنه نمیشدن زیاد درگیر بشن <laughs> یه مورد اوکازیون میخواستن آره دربازو. آره <laughs> یه دفعه <لفت> همین ایام <laughs> ایام ایدید یه دوز اومده بود خونه با بزرگم اینا خب بعد با حضوری... <laughs> به خاطر اینکه چیز داشتن خیلی قدیم مثلا یه ببین خونه با بزرگ امنی بود که کنارش یه باغ عرقیجات بود عرق نه و دیگه عرقه ده ده متعارف نه غیر متعارف <laughs> <ENGLISH> <laughs> بعد این خیلی دوز میوه از روی اون دیوار اون چیزه دوز میوه بعد نمیدونم چرا با بزرگ شکاری داشتن آقا یه شب با افتاد <laughs> از اینا که شکاری آره یارو رو دیوار با که همینطوری ز یارو خودشو نزد نه نتونست آخه با که منم شکارچی نبود نمیدونم چرا تو شکار داشت یعنی اصلا تو خانواده ما هیچ از شکار نمی رفت نمیدونم چرا داشتیم این تفنگو اینا که هدیه داده بوده چیزی بوده نمیدونم آخرم یکی دنبالش بود یه آقایی بود اومد ارس با بزرگی ما رو بکشه بالا خیلی دنبال اون یه،, چند مدتی حرفش بود آره از این دراما داشتیم آشتر. تو خانواده تو و همه درگیر بشن بعد احنا. دنبال کنی مثل, مثل مثلا کوزگانه <تصفح> <تصفح> آره. هر هفته میری الان آقای فلانی یه کیس خیلی بزرگ که هنوز بازه دو سه تا داشتیم بیشتر کسایی که میخواستن مال ما رو بخورن تو لندن بودن آره نمیدونم چرا چون خیلی با کلاسی آره از 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 لندن می‌خواستم مال شیراز بخورم شده این چه قشنگی می‌زنه مثلا میگفت من دو نیجریه مثلا پسر فلان آره یه بار به ایمیل زده بودن خیلی نزدیک بود که باور چند تا از دوستای بابای منم این داستانو داشتن حالا اونا دیولپر یعنی میدونی یعنی همه مثلا مهندس کامپیوتر یه برهه تو ایرانی خیلی افکان به چخ رفتن سر این قضیه کسایی که با کامپیوتر آشنایی داشتن خیلی بد اینجا اتفاق افتاد یه بار بچه‌ای که با کامپیوتر آشنایی داشتن رفت خیلی هم آشنایی داشتم فکر کنم بیشتر با سیستم بانکی و اینا وای خیلی خنده دار بود ما یه یه جلسه رفتیم ویسلر این داستان چه جوری تعریف کنی آقای جزا بده بذار ما ببینم بذار هنره ایمان ما یه جلسه رفت بودیم ویسلر سی بیلی بعد آم... من نبودم پولمون رو خوردن <laughs> <atif> دیدی نمیشه <cko> هیچ جوره نمیشه <accused> <autres> فقط بدونید که خیلی پولمون رو خوردن پولای بعدی از خورد. یه اپیزود بود رفتیم راج ویسلر من. خیلی بله 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 واقعا ایده. نه واقعا قشنگ. قشنگ خوردن. آره. یعنی خوردن. <تصفح> <تصفح> بعد جالبیش میدی کجا بود؟ حالا پول خوردنه. آخرش که دیگه خوردن. نه یک دو ساعت بعدش که همچنان کش میدادن قضیه و هی تو ما... امید داشتی که نه پولت رو نخوردن پول ولی من که ما که داشتیم میخندیم ما مطمئن بودیم که خیلی زیاد بوده. خیلی جالب بود. این مثلا داستان ترکیه دیگه اتفاقی که افتاد. کدوم؟ مثل کلید اسراره. چی رو دارید درست من میدونم ایشون رو بله ولی ایمان تو گفتی یه آقایی اومدن میخواستن ارث شما رو بالا بکشن یا فامیل بودن یا مثلا دوستای پدر بودن عجیب می پیداشون آره. میشه خیلی زیاد تو آره اصلا واقعا امیدوارم که همه فامیل هم فقط سلامتی و من آرزو میکنم <laughs> کسی فوت نکنه توی هیچ فامیلی واقعا اصلا جاش نیست بله. یه کیاس های عجیبی ام. بعد از فوت کردن بزرگ های فامیل معمولا به وجود میاد بله. <applause> مطلب بخونم بفرمایید از کجا آه. یه مطلب دوپامین محور دارم بخونید بخونید یه زد عجیب بگم که خوندم یه تحقیق کرده بودن روی لوگوهای کیوت و... کمپانی که لوگوی کیوت دارن به این نتیجه رسیده بودن که موقعی که مثلا یه کمپانی که مثلا یه دونه لوگوش مثلا یه کته گفت یه کته <عزید> یه گربه دو تا کمپانی گشته بودن یکیش یه گربه بوده که خیلی درصد کیوتنسش بالا بوده اون یکی کمتر بوده از اینا پرسیده بودن که یه چیز تحقیق خیلی بزرگم بوده یعنی کسایی که توش پارتیسیپیت کرده خیلی زیاد بودن پرسیدن که اگر که این کمپانیه مثلا به مشکل بخوره و بخواد جفتشون هم گفته بودن زیاد دارویی و بخواد پول داروشو مثلا سه برابر بکنه بیشتر کسایی که بیشتر کسا به اون یارو رای داده بودن که لوگوش کیوت, کیوت تره بو. یعنی کیوت بودن لوگو توی درصد پول در آوردنتون هم کاملا تاثیر داره بعضی بله. که پشمای یادم میریزه موقعی که میخونه لوگو ما کیوته من داشتم بهش نگاه میکنم نه الیمنت کیوتنسی توش ندارم ما ما برنامه با تو کیوت میشه عکس <kissedları> فرادی بذاریم گوشش اون ها دیگه خودش الان گوشه تصویر دیگه تیریدی بگو ببینم یه مرتبه دوپامین مهبردی شب خوندم یه رشته توییت بود مطمئنم دوست خواهید داشت میگه چرا شور و عشق اول رابطه به مور زمان کمرنگ میشه اینو آقای دنیل لیبرمن پزشک و استاد دانشگاه جورج واشنگتن کتاب مشهور و خواندنی داره به اسم دوپامین مولکولی با خواص شگفت که تو بخشی از کتاب میپرسه چرا اون شور حرارت گرمی و علاقه و عشقی که اوایل رابطه داریم با گذر زمان سست میشه و رنگ میبازه جواب میده این مغز لاکردار در طول تکامل طوری شکل گرفته که شیفته و عاشق امور غیرمنتظره و کنجکاو و چشبراه اتفاقات مهیج آینده است خب. آینده ای که آبستن رویدادهای هیجان و با هر بار کشف و فهم یه ماجرای جدید کلی دوپامین ترشح می‌کنه و با خودش کلی لذت به همراه میاره از دید دوپامین داشتن مهم نیست اینجاش خیلی جالبه از دید دوپامین داشتن مهم نیست به دست آوردن مهمه اگه مثل یه آواره زیر یه پل زندگی میکنی دوپامین کاری میکنه که حواس داشتن یه خیمه به سرتون بزنه یه خیمه ساده <applause> اما اگه تو گرونترین امارت جهان زندگی میکنی دوپامین کاری میکنه آرزو کنید قصری روی ماه داشته باشید یعنی داشتن مهم نیست تو چی داری چی قرار به دست بیاری که مهمه دوپامین استانداردی برای خوب بسته دیگه و کافیه تا همینجا بیشتر جلو نرا که شعر میشه نداره و به دنبال رسیدن به هیچ خط پایانی نیست مدارهای دوپامینی مغز رو فقط با احتمال بروز پیشامدهای جدید مهیج و دلپذیر میشه تحریک کرد به قول در واقع به زبان ساده دوپامین اومده اینطوری میگه آنلاک شده میلاد جان دیگه تو سری پیش من سانسور نکرد کامل واضح بود من دارم چی نه سانسور شده بود یه حالت تیزینگی توش داشت آره حتی اگر اوضاع فعلی خوب و بر وفق مراد باشه دوپامین شعار بیشتر و بیشتر رو سر میده اما وقتی همه چیز عادی و روزمره و آری از هیجان میشه مغز به مسائل جدیدتر گرایش پیدا میکنه اصطلاحا بیکارش بذاری سر کارت میذاره اینو توی بیکارش بذاری سر کارت میذاره اینو تو زمان کنکور به ما گفته بودن یه مشاوری اومده بود یه نموداری برای ما کشید گفتش که مثلا این درصد فعالیت مغز شماست مثلا تو داری از 20 درصدش استفاده میکنی اون 80 درصد بقیه رو اگه تو نتونی آگاهانه ازش استفاده کنی اون خودش ناخودآگاه شروع میکنه ازش استفاده کردن مثلا فکرای عجیب غریب میاد تو ذهنت <تص> نمیدونم حواست پرت میشه این همین دقیقا همینو میگه میگه اصطلاحا بیکارش بذاری سر کارت میذاره مغزو حالا با توجه به این جریان میشه گفت رابطه ای محکوم به شکسته که تو مسیر تکرار و یه نواختی و روزمرگی و حالا ببینیم چی میشه قرار گرفته طرف این اهداف جدید و مشترکی ندارن و توی مسیر روتین و تکراری افتادن و حرف جدید کار جدید و برنامه جدید مشترکی برای رابطهشون تعریف نکردن و هرکی رفته پی هیجانات و امور لذت بخش زندگی فردی خودش و مایی که روزهای اول رابطه همه چیز رو و مایی که روزهای اول رابطه همه چیز رو تشکیل داده بود و کلی برنامه باسش طراحی شده بود کمرنگ شده و یکی از یکی از کارش یکی از خانوادهش یکی از دوستاش یکی اتفاقات مربوط به حوزه علاقه فردش و غیره داره دوپامین لازم رو میگیره <applause> در نهایت این روزمرگی و یه نواختی و تعریف نکردن اهداف و علاقه مشترک مشترک و جدید و دو نفره مثل اونایی که اوایل بود مثل آب راکده که کشتی زندگی مشترک رو به گل میشونه و طرف این رو روز به روز و لحظه به لحظه از هم دورتر میکنه بله اینو ما حالا همیشه راجع به دوپامین صحبت کردیم دیشب به چشمم خورد برام جالب بود داشتنه مهم نیست چی قرار اتفاق بیفته چی به دست میاری مهمه بود به همین سادگی من که نمیتونم من, خب من فقط, فقط <applause> کامورسیشنی که ما داشتیم و کردی اینو گفتی و بعدم دوباره رفتی توی لاک آره دیگه و بگی خب ادامه بدی اینو نه دیگه من یه موضوع تو دنیا باشه نتونم بر با راه کار راه 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 کنم همین موضوع دوپامینه نه. ولی واقعا دوپامینو احساس کنم ما مدش کردیم یعنی دوپامین رو واقعا حالا اتفاقا یه صحبت کردیم وقتی دوپامین مود نبود چند وقت پیش یه بحثی با یکی از بچه ها بود این داشت تعریف میکردش که یکی از دوستاش حالا نوروساینس رو اینا حالا میخونه میدونه اینا بعد میگفت دیت کردن برای آدم خیلی مشکل بود بعد این پسر داشت میگفت مثلا بهش میگفتم باید این کارو بکن این کار رو بکن بعد گفت نه اصلا مشکلی ندارم من میتونم با آدم ارتباط برقرار کنم این آدم چون میدونه توی ذهن توی مغز ذهن توی مغز چه اتفاق شیمیایی میفته تو وقتی که تو مثلا احساس عشق و عاشقی میکنی این براش رنگ باخته این موضوع چیه؟ نه کن مثل, مثل این, مثل این که میگن روانشناسا نمیتونن با هیچ کس دوست باشن به خاطر گتا میشینن میخواد انالیزش کنه خیلی تا نه آدم سالم این کارو نمیکنه چرا فکر, فکر میدم با. نه با. با همه همین همه راجبه فیلدشون این کارو میکنن ولی باید یه بانکی چرا مثلا دندون پزشک همیشه دارن دند حسینو مگه نمیبینی همیشه در حواسش بس... به دندوناست با خدا داریش تا... اینطوری نیست پدر حسین اصلا اینطوری نیست نه اخ اون الان علاقش اون داره درسش رو میخونه 24/7 توشه از اینطوری نیست من نظرم و حالا میگم میتونه اینطوری باشه ولی احساس میکنم چیز مثل این میمونه که مثلا بابای من بگه که من هر سافتوری که باز میکنم دارم میفهم کنم که این چجوری داره پروگرام شده چجوری داره کار میکنه واقعا این, ت... این ت... تو اینطوری هر سافتوری که باز میکنی داری الایزش میکنی خب. آخه به این روابط انسانی خیلی فرق داره با یه چیز خوش داری مثل یه فیل کاری دیگه آره فیلد, کاری, کاری, که به انسان و روابط انسانی مربوطه به نظر من کسی که روانشناسی میخونه میدونه کسی که نوروساینس میخونه میدونه مغز چجوری کار میکنه خب فرد چه مثلا تو کایروپراکتور باشی یه ببینی یکی داره کج را میره خب یه حدسایی میزنی میدونی ولی حالا برای من مثلا کامپیوتر چه فکرشو میکنه ولی شاید اونقدر اهمیت نداره حالا این داستان میگفت میگفت این آدم چون مثلا میدونه که چه اتفاقی میفته مثلا تو یه ابری میکشه یکی رو میبینی مثلا دلت یه حسی ایجاد میشه فکر میکنی که بابا مثلا این خیلی ابری میکشی چیه؟ بابا این همون چیزه حالا گوش بگیم حس میکنی که مثلا یه احساس خیلی ماورایی خیلی مربوط به دنیای معنا مثلا تو ایجاد شده در صورتی که خب داری شونه مثلا اکسیتوسین ترشو میکنی سروتونین ترشو کردی همش یه سری اتفاق شیمیاییه که توی مغز تو میفته حالا این داستان کیوت بودن لوگو ها رو گفتی توی اون اپیزودی که راجع به کینکین شکیمان صحبت کردیم بچه هایی که کیوتن اصلا بچه انسان کیوت شده به خاطر اینکه اون حسه رو توی مادرش ایجاد کنه مادرایی که بچه هایی داشتن که تحقیق کردن مادرایی که بچه که داشتن که فرض کنید مثلا با یه نارسایی به دنیا اومدن اگه شب بچه گریه کنه حس کمتری دارن که برن ازش مراقبت کنن تا اینکه بچه کیوت داشته باشن ببین <applause> <applause> ما مثلا انسان ها عادت کردیم که همه چیزو خیلی مثلا حس مادرانه و ماورایی و نمیدونم مربوط به عالم معنا ولی یه سری اتفاق شیمیایی تو مغز میفته و واقعا اینا تاثیر داره تو لوگوی کیوت میبینی توی ذهنت خیلی بیشتر تاثیر داره تو لوگوی غیر کیوت و اینکه ما مثلا انتظار داشته باشیم همه خیلی منطقی و ابجکتیولی به همه چیز نگاه کنن این اشتباهه چون اصلا انسان اینجوری کار نمیکنه خب اونم همینطوری نیست که منطقی و خیلی ابجکتیولی بخواد بهش نگاه بکنه یعنی مثلا فکر کنیم یه روانشناسه اونم خیلی منطقیه دیگه اگه اینطوری کار نمیکنه اونم نباید کار کنه نه منظرم اینه که چه میدونم تو فکر میکنی که خب این بچه هست حتما نیاز به مراقبت داره فرقی نداره چه شکلیه تو چه حالتیه مثلا نارسایی داره یا نه میگم اینجوری کار نمیکنه یه چیزی ام. توی ناخداگاه اون آدمه و خب ناخداگاه اساسا خیلی پیچیده تره دیگه واقعا مادر نشدم بدونم ولی بعید بدونم هیچ از مادر رو حرفتو قبول کنن خیلی اهمیتی نداره تحقیق کردن روش نظر شخص آخر نه, نه حرف... هم که همینطوری داره دیبانک میشن دیگه میدونی یکی کامنت گذاشته بود چرا از میکنم کارون و ایمان الان قرار دعوا کنن همیشه همینه هم نزدیکم با اگه, اگه, اگه همونطوری با هم دیگه موافقت کنیم که به درد نمیخوره یکی باید یه حرف بزنه دیگه ولی من واقعا هیچ وقت احساس راحتی نکردم ما این قضیه که آدما مثلا میگن که فلانی چون حاج روان حتما داره همیشه ما رو آنالایز میکنه نمیشه جلوی صحبت کرد فرح. احساس میکنم که یه ذره اگر آره اگر واقعا اینطوری اصلا نمیتونی تو مگه چقدر میتونی آدم آنالیز کنی ببین ناخودآگاه به نظر من اتفاق اتفاق میفته چون مثلا خود ماها چهار تا مطلب مربوط به روابط انسان ها که میخونیم به صورت ناخودآگاه نه نه اینجوری نیستی مثلا توی جمعی قرار میگیری یکی داره یه صحبتی میکنه ناخودآگاه داری اون فعل رو پردازش میکنی ببین وقتی به بعد تو فرض یکی باشی که دیگه, دیگه مثلا 0 تا 80 شو بلدی بذار حالا من حالا من اینو بگم من موقعی که به چیزی مثلا به یه رابطه به یه نوع رابطه آگاه میشی مثلا چه یه کسی یه کسیه یه دمج... حرفی میزنه که قبلا تو اینو میشنیدی براتم زیاد مهم نبود ولش میکردی ولی فهمیدی که این حرف حرفا میتونه رو مثلا دمج بکنه درست نیست شنیدن اینجور حرفی یا اصلا زدن اینجور حرفا آسیب آره آسیب زننده است اون موقع من شاید آگاه بشم که بخوام خودم رو در واقع پروتکت بکنم ولی احساس میکنم اونم بعد از یه مدتی یعنی دیگه آگاهان دیگه بهش فکر نمی احساس میکنم موقعی که با یه مپس جدیدی آشنا میشم تا یه مدتی برام شاید جذاب باشه که بخوام این کارو بکنم دوپامین دو دوپامین ولی بعد از یه این مدتی اینطوریه که با حالا دیگه یارو حرفا رو زد دیگه یعنی دیگه میفهمم دیگه نمیخواد آگاهانه بهش فکر بکنم بعد نه آ... اه... الان اه... فرنش درس این قضیه رو و ترین میشه <تصفح> یه قسمتی از آموزششون اینه که بتونن یاد بگیرن که اون حد و مرزه رو بذارن یعنی اینکه نخوان همیشه به صورت فعالانه بقیه رو آنالایز بکنن یا اینکه با اون دیده با اون عینک مثلا روانشناسانه یا مثلا مشاورانه بخوان همه رو دیل بکنن چون اصلا خسته میشی بعد یه مدت ولی چقدر موافقن م... خوش بپرسید آره خوش ببورسه. ببورسه. <applause> که این درس رو میخونن برای ما این زیر بنویسن ولی من فکر کنم شقدر. بیشتر مثلا, مثلا مثال کارون رو زدی که هر سافتوری رو رو میبینه مثلا میخواد بکندش رو بهش فکر کنه فکر کنم بیشتر موقعی که اون شرایط حساس ترش اتفاقا شاید فقط اون موقع اینجوری بشه مثلا تو روزمره اگه با موبایلش کار میکنه فلان نیاز نداره که فکر کنه به هر اپلیکیشنی که استفاده میکنه ولی اگه چه میدونم میخواد برای یه ویزای اپلا... اپلای کنه و اون وبسایت هی بهش ارور بده شاید هی بهش فکر کنه که مثلا چرا اینا اینجوری نوشتن مثلا داره چه اتفاقی میفته همین مثال حالا واسه چه میدونم یکی که روانشناسه خب به هر حال یا کسی که خیلی به مغز و اینها احاطه داره موقعی که میخواد وارد رابطه بشه اون یه ایونت خاصیه دیگه مثلا اونو بیشتره این که مثلا چه میدونم بره خرید کنه آنالیز می‌کنه واسه ما همه هم, هم آقا کلا همین دیگه همین که میگی میگی حساس تر کلا روابط انسانی خب خیلی مهمترن تا رابطه تو مثلا با کامپیوتر به نظر من بعد این خیلی جالبه دیگه یعنی تو ناخداغا این اتفاق هیچکی تا حالا نتونسته بگه مثلا چی شد که عاشق شد چرا به این فکر میکره. کردی حالا چرا آره. آره. اون, اون لحظه ای که مثلا اون حس درون اتفاق افتاده رو میدونی دیگه یا یادته که تو کنترل روش داشتی نه یه سری اتفاق افتاد اون حس خب دیگه یه برداشتیه که ناخداگاه تو انجام میده و ام. این برداشته ما به اصلا ناخداگاه دیگه اسمش روشه به دلایلش آگاهی نداریم مثلا ممکنه یه حرکت بدن باشه یه بو مثلا باشه بوی بدن باشه نمیدونم نوع گفتار باشه ولی اینا همش توی سطح ناخودآگاه اتفاق میفته یعنی مثلا ما چه این نفر آدمو بذاریم توی یه اتاق یکی وارد کنیم بگیم برو عاشق نفره مثلا اکس شو این اتفاق نمیفته هیچ وقت خب یعنی تو روش خب. وجود داشته باشه چرا ولی خب میدونی منظورم چیه منظورم اینه که خداگاه نیست تو ناخداگاه یه اتفاقی برات میفته و این اتفاق حتی ممکنه مثلا از نسل های گذشته کد شده باشه مثلا توی دی ای توی فرهاد که تو مثلا این تایپ آدم برات جذابه یا قطعا به واسطه مثلا مدلی که توی بچگی بزرگ شدی و اینا حالا اونا داستان چیزه ولی منظورم اینه که کنترل روش نداریم آقا ما این نفر رو بذاریم تو نمیتونی انتخاب کنی بری این اینشی اینو نداریم و این خیلی جالبه فکر کنید نمیدونم اینو باید تو عملا انجام شده کسایی که زور زدن این کار رو بکنن نشده مثلا طرف گفته من آدمی میخوام با این ویژگی ها. بره عین آره. اون آدم با اون ویژگی رو پیدا کنه باش ازدواجم بکنه کار نمیکنه اگه واقعا علاقه نشده باشه آره، و آره. کنترلی روی اون علاقه شدن نیست حرف من اینه یعنی اونقدری که ما فکر میکنیم اصلا کنترل روی مسائل امور آره. زندگیمون نداریم به هیچ وجه آره این مثال این, این چ... نکته آخری که گفتی من مثالش رو دیدم که نام دیدی شده. آره مثلا چون یه زمانی بود خیلی دوست داشتن چون با پزشک مثلا ازدواج مهم. با مهندس ازدواج میری اون آدم رو پیدا میکنی ولی نیست توی دارک یه جا میگفتی میگفت دل هر چی رو میخواد که دل میخواد یعنی تو کنشوری روش نداری وقتی کار نمیکنه نمیکنه دیگه میگه که دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بینه دل کند یاد, آره حالا از آقای مجری بگی؟ بگیم لسته او سا آه 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 بیا اول بذار سید مرتزا رو عجب دیدید برنامه شو؟ من نایدم من یه قسمتشو همون قسمتی که فکر کنم همه دیدیم آره یه تیکه آره، من توی فقط توی اینستاگرام دیدم امیر پارسا ام گذاشته بود خیلی بهم برخورد احساس کردم که واقعا با چیزی شوخی کرد که نباید ام... من بگم بگم تجربمو من همون دفعه اول که دیدم اه... خب توی تقریبا انکاری بودم دینایلی بودم که نه این داره با این شوخی نمیکنه. بعد این لفظ گرفتنه خب تو این بودم که مثلا اه... بعد که فهمیدم که خب رفتن خاطره خوارشو... خواهش ازدواج کرده بله بعد گفتم بابا با مگه مثلا بعد از ایرج هم انتظار میره که انتظار فراتر از بقیه میره گفتم مثلا مگه نون بربری یا ماسته که داری اینطوری با این لفظ گرفتن میگی ببین می شوخی اصلا کردن با اون ل... اصلا کلا حالا آره من اینو میفهمم اما اون میتونه اینو بگه که آره اون مهمونمون بود معمولا مهمونم مهمونای ما چیزای آف میگن ما نه اون اون عضو مهمونیه. نه اینا اسکریپتد بود همش نه نه بعد هم نه نه, نه نه, نه. منظورم از مهمون عروسکاشون مهمون... و در واقع خود ایرج تهماس معمولا بقیه کسایی که میان یه شوخی های نامتعارفی شاید میکنن ولی شوخی کردن با همچین با, با همچین همین دقیقا. موضوعی خاله نیکا با همینو نوشته بود دیگه و, شوخی کردن با مرگ ها رو من وقت نتونستم شو مستاق شکنجه است با زجر ما شوخی کنیم خاله نیکا نوشته هم. آره واقعا عجیبه دیگه آخه این ایرج تماس حالا با, با هر نسلی که صحبت کنی همه باش خاطره خوب دارن و چون هم داستانهای کلا قرمزی اینا همه به نیکی ازش یاد میکنن هم. خیلی عجیبه که زیاده حاضر شده یه همچین حرکتی بیاد بزنه جوادی از رو هم بردن توی خیلی برنامه مسخره با اون یارو که ندیدم نه حالا اون هیچی اینی که اون فیلم مسخره کوتاه رو چطور به تو گیر اون یارو آه آه تو رو بابا اینا حذف کنید اصلا یه مجری هم هست تو اون برنامه ام... سیگه همه آدم حسابی رو وقتی میندازید زندان ممنون کار می‌کنید این آتاش خالا باید کار رادیو فردا اینو دیروز حسین به ما رادیو فردا یه پست گذاشته بود در مورد همین در واقع که دونه دونه چیزاشو در واقع کاراکترا رو گذاشته بود گفته بود توی مدتی که شما نبودین مثلا کلا قرمزی رو کشتن فلانی مثلا داشت داشتن دختر تو میزدن پسر خاله رفت کمکش کنه گرفتن شکنجه شد اینو کی گذاشته رادیو فردا به رابطه به تماس نداره چرا دیگه نه یعنی خود اونا اینو ننوشتن نقد کرده دیگه یه حالت نه نه, اینو نقد کرده آره م. یعنی شما که داری شوخی میکنی آه مثلا آه. تو این مدت که نبودی کاراکترایز خودت هم مثلا داستان شده براشون مثلا آقای همساده آقای چه میدونم زنش آقای همساده را که یادتان هست هر چه دنبالش گشتیم پیدایش نکردیم میگوین آن اوایل اعتراضات یک بار از خانه بیرون زد تا ببیند در شهر چه خبر است اما دیگر برنگشته <applause> بعضیا میگوین دستگیر شده بعضیا میگوین دیدند که توی این یکی از تظاهرات اعتراضات تیر ناشناسی از قیب به او خورده و در دم جان داده و بعد هم ناشناسهایی پیکر او را بردند. یه چیزایی نشد و اتفاقی که افتاده اتفاقی یعنی امیدوارم بخونه دا. دی خود تماس من مگه چیز نیست مگه کانادا نیست تورنتو مثل یعنی همون دیگه خیلی عجیب اصلا نمیخونه هیچیش ببین الان اگر توی تلویزیون جمهوری اسلامی هستی دیگه واقعا دیگه هستی دیگه دیگه ولی یه طور خوبی مدیریت کرده بود که نیدونه. من یادم هممونم یه اتفاق دیگه تو توییتر اومده بود یه لبخندی زده بود ازش پرسیده بودن عروسک داری توی برنامه جدید لبخند زده بود میگفت آره اینا یعنی یه مدت بود که به خوبی ازش یاد میشد تو توییتر تا همی... تا فکر کنم ام... این داستان و اینا همیشه آره دیگه چند آره چن خاطره دارن یه کار این مدلی بکنی کافیه دیگه این مشکل همینه دیگه اگه هر هنوز... اگه هنوز تصمیم گرفتی که پول توی چیز باشی توی تلویزیون جمهوری اسلامی باشی دیگه واقعا دیگه تصمیم تو گرفتی دیگه مخصوصا کسی که خانوادهش کانادا هن <applause> دیگه وقتی میری حرف رو میزنی دیگه یو made یور چویس یعنی بعضی ها آدم میگه که خب نه مثلا زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره فلان میسه داشت یه روز انا بچت کانادا دیگه چی تحت تاثیر قرار میگیره اینه که بده میخوای نه لحظ واسم صحبت کنیم شما هم دوست اپیزود آخر من. تو هم آخر رو من دوتای آخر باید واقعا یه روز بشینم تو ببینیم تو تو همه رو دیدی من یک معتادم وقتی سریال دیدیش باشه من خیلی حال سریال, خلی خلی سریال تاریخ رو گذاشتم نه میگم دیگه من با. خیلی از قسمت ها رو همون موقع مي... لایف میدیدم هشت شب پا تلویزیون بودم <laughs> شیش هشت شیش شما دو ساعت دیر میدیدی شما سانس دو رو میدیدی جدی چی شروع میشد من من هر روز سه بار می دیدم تو یه روز فکر کنم دو تا آخر قرار چهار بار او جدی اوه ببین واقعا واقعا هر کسی که ندیده من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برید ببینید هیچ ربطی به نه اینکه هیچ ربطی به گیمش نداره ولی شما نیاز نداری که گیم رو بازی کرده باشین که سریال رو بفهمید سالش من آره تون آره فهم سریال دیگه سریال داستانی که بازی کرد آره خیلی اگر که گیم بازی کرده باشین خیلی براتون جذاب تره آره، به خاطر اینکه این یه دو سری هینتای باحال توش میده و یه سری چیزهای مختلف وجود داره ولی اگر که بازی اگر که ندیدین حتما ببینید خیلی خوش ساخته و چیزی که دوست داشتم بود که کشش ندادن مثل بقیه سریال آمریکایی این چقدر میتونست که اصلا ببین آره. اصلاً کشش مقدار خیلی, 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 رازی خیلی رازی که توی از نه نه امه. از دست دادن این یعنی روش فوکس نکردن خیلی زیاد خیلی یه فصل هم. دیگه میتونه دو سه فصل میتونست باشه برقی سریال آمریکایی و خیلی من آره و دو تا اپیزود آخرش هم آقای علی عباسی کارگردانی کرده و چه کارگردانی اینجا اصلا واقعا پشم ریزون مم. یعنی نسب... ببین عجیبه. واقعا نسبت به نسبت به نسبت به ژانری که تا الان کارگردانی کرده دقیقا باید همین آدم میومد کارگردانی میکرد یعنی اون دو تا اپیزود آخرش دقیقا برای آه. علی عباسی بود ام. ساخته شده بود برای علی عباسی که بیاد تیز بکنه خیلی هم قشنگ کاری کرده بود واقعا به همه پیشنهاد میکنم که حتما ببینیدش و اگه دیدین بیا نوری صحبت کنیم یعنی واقعا یه روز وقت بذاریم این کنیم من من در زندگیم یه پشن دارم اونم لاست <تصفح> آره میشه اولین بار از ایمان شنیدم اسمش تو اسم بازی رو اسم بازی رو شنیده بودم می گفتم میگفتم میگفتی بازی خوب چی است و اینا میگفتم لاست اوس بازی نه، آره بازی تو یه پشن خیلی, بازش خیلی خاصی همیشه به این مهم. موضوع داشتی و این کلا این خیلی باحاله آدم وقتی یه چیزی رو عمیقا دوست داره من... داره. بقیه هم درکش نمیکنن یعنی تو هر چقدر اینجا برای ما توضیح بدی ما ها اینو درک نمیکنیم نه واقعا مثلا من این حس رو جو دارک داشتم هر چقدر به بقیه گفتم مثلا یه سری خیلی بدش یه سری خیلی خوشش ولی اون حس حس آره. اره اینکه میری تمام تریویاشو میخونی یعنی برات جذاب میشه اصلا کلا تو هر کاری به نظرم حاضر باشی بیشتر از یه بار انجام بدی یعنی خیلی برات مهمه آره, که میگی آره. سه بار رو, رو, رو من اپیزودا رو باید در حالات ها مختلف میدیدم درکش بکنم با یه حال نمیشه ولی رو خیلی 13 بار تموم کردم واقعا آره تو لیول های مختلف لیول های مختلف تروفی های مختلف الان هم داره میاد برای پی هم گرفتم پیسیشم هم میخوام بازی کنم آره یکی رو تو زندگیتون انتخاب کنید اونجوری که ایمان لستا و داره نه نمیخواین این خیلی عذیت کنند آره اذیت کننده است یه سری وقتی که میشنون در مورد سریال فکر میکنن شبیه اکثر فیلم سریال های زامبیه و ترنافه که واقعا هم خیلیشون هست مثلا واکینگ دد فکر کنم ده سال حداقل طول کشید تا تموم شد نشد میدونم یه خیلی گند شده رو دیگه واقعا اونجوری نیست این اتفاقا من همین پوشبک رو اولش بهش داشتم من یه دوست داشتم به نام امیر پهلوان امیر سینما بهش میگفتیم اون موقع ما موقع هم خیلی گیم میزدیم یعنی اصلا ورود من به دنیای گیمینگ با حضور ارفان و امیر, امیر سینما بود آقا ما مثلا میشستیم بازی میکردیم اینا بعد خیلی نظر امیر برا من چیز بود مهم بود چون که خیلی گیم بازی میکرد خیلی گیم ها رو میشناخت و میدونست لاست واسه که اناونسمنتش اومد ما اینجا بودیم که خب زامبی گیم دیگه زامبی گیم ها معمولا مثلا چه یه دوتا جامسکر داره زیاد اونقدر استوری قشنگی نداره اونقدر جذاب نیست ام. و ما بازی نکردیم یعنی این موقعی که اومد من مثلا تا 6 ماه بعدش اصلا نرفتم سمتش هم رفتم استرالیا بیکار شدم گفتم اون مثلا برم دیگه این بازی رو بگیرم همه دارن خوب میگن اون اصلا زندگی ما عوض کرد واقعا این بازیه یه جوری منو هوک کرد خیلی عجیب بود یعنی تا به حال اتفاق نیفتاده بود که به یه کرکتر توی بازی عمیقا وصل بشی آره تو, تو هم به من معرفیش کردی یعنی من من کل دنیا رو جار زدم که لاست گرفتم ولی یه اتا... نمیدونم چون یکم سنگین بود استوریش نه من من نتونستم سنگ. ادامه بدم تو خودم توی پوینتی بودم نمیتونستم اون بازی ادامه بدم ببین هم استوری خود گیم سنگینه هم سریالش یعنی آسان سریالش آسان ببین اپیزود اول واقعا تو رو اذیت میکنه اول دو... همش اینطوری که سه. به قول معروف یه نفر رو برای تو مهم میکنه تو همون اپیزود ازت میگیرتش هر, هر اپیزودش تقریبا هم کار میکنه با تو خیلی عجیبه خیلی عجیبه ولی در آن واحد این نیست که ازش زده بشین من به همه پیشنهاد میکنم که اگه الان تو دوران عید بیکاریت بشین لحظه واسه ببینید یه روز ما... بشیم در صحبت کنیم خب بابا هم دیدن <تصفح> من <تصفح> <تصفح> میگم که خب خیلی دوست دارم این سریال رو به هم معرفی میکنم رفته خونه مامانم اینا یه اصلا با یه ارق عجیبی دارن مثلا شعر یادت نه ما اونجا از خب سر میره و اینا براش مثلا میزنن گفتم بیایم براتون یه سریال بذارم بعد درشون اوتار گذاشتم سریال فیلم فیلم گفتم بیایم براتون یه یه چیز جدید ببینید درشون اوتار گذاشتم بعد دیگه جدیده خم... یا اون اولیه نه نه اولیه بعد اینطوری بود که خب من کلش نشستم یه نیم ساعتی نشستم رفتم و فرداش اومدم گفتم خب چطور بود مموزه این این میمون آبیا خوشم هم نیمه وای اینا نه اینا نه ببین ترکی کی گفتم واقعا نمیشه دیگه یعنی بعضی ها دوست ندارن دیگه مشکلش این هم... بود که خیلی بد ترجمه شده حتی ترجمه فارسیش هم پیدا کردم خیلی بد ترجمه شده یه سری جاش انگلیسی بود یه سری جاش زیرنویس یه سری جاش دوبله شده بود و اینا حالا تو هم دیگه رفتی اون برای تیف و یه ویدیو پیدا کردی دیگه دو سه ساعتی بود نه اوتار آخریه اولیه اولی عوضی هم همون دو سه ساعته هست آره نه میگم تو تا... آخرش دیدن؟ نه اصلا میگم به میمون های آبی رسید اصلا دیگه بیخیاش شد نتونستم باشر تا برقرار کنم تو خیلی دیگه فیکشنش دیگه خیلی بالاست دیگه میدونی حالا درسته من علاقه دارم ولی هر کسی تونی نیست سر دیگه اینسپشن بزوسش آره نه کلا نتونستم بعد تو تنت تنت تو تنت تنت غیر قابل فهم بود آره واقعا من نتونستم یعنی تا نخونی ریویو هاش اینا رو اصلا حتی با ریویو نفهمیدم چی شد یعنی اذیتم شد تنت آهنگید. من فقط هر ماشین الان دنده عقب میره فکر کنم تنت دیگه <تصفح> میخواید یه مطلب دیگه براتون بخونم چه مطلب بفرمایید بازی بخونم بفرمایید <تصفح> اینم دوباره مربوطه به مربوط به چیزایی که <تصفح> تو مغزه صدف راجبش صحبت کرده بود از همینجا سلام میکنیم به صدف آها من اینو بگم تا تو داریم گردی ما آگاهیم به این قضیه که قرار بود یه بار صدف بیاد یه سری سوالا رو در واقع جواب بده یه question and answer اپیزود داشته باشیم ولی هنوز نتونستیم ارگانیزش بکنیم داریم این کار میکنیم اتفاق خواهد افتاد و میدونیم که اپیزود هم با گلناز هم هنوز هم نشده آره با گلناز که تموم نشده باید جنبش زنان تموم کنی بعد یه یک یا دو اپیزود راجع به شهر نو خواهیم داشت با گلناز با صدف هم که همین جلسه پرسش و پاسخ که احتمالا طولانی هم بشه رو سعی میکنیم هماین کنیم سوالش رو توی اینستاگرام میذاریم بله آره این مسئله هم میگم خیلی مرتبطه به حرفی که صدف راجع به صحبت کرد راجع خودمونه شخص خودمونه خود ارزشی بی شرط میگه چند وقت قبل یه پستی رو خوندم که فکر میکنم اینا دوباره رشته توی تا تو آره چند وقت قبل یه پستی رو خوندم که فکر میکنم توی سال جدید برای خیلی ممکنه جالب و کاربردی باشه نویسنده از خودش و بچگیش میگه که به نظر خودش کودکی نرمالی داشته اه. تا وقتی میره مدرسه و اولین مشکل وقتی براش پیش میاد که به مهمونی دعوت میشه و اونجا میبینه که بلد نیست برخصه علاوه بر این به عنوان یه دختر سیاه پوست کسی هم ازش درخواست رقص نمی کرده مورد توجه قرار نمی گرفته و حس می کرده به جای تعلق نداره اینجا می خیلی جالب میگه نویسنده در دوازده سالگی فکر میکنه راه حل مشکلش بی نقص بودنه و تصمیم میگیره این حس بی ارزشی رو اینجوری از بین ببره این احتمالا داستان زندگی خیلی از ما هست یه جایی تنها موندیم تصمیم گرفتیم که برای اینکه با اون مقابله کنیم بینقص باشیم که ارزشمند باشیم یعنی در واقع ارزش خودمون رو توی بینقص و کامل بودن تعریف کردیم کلاس رقص میره نمره های عالی میگیره برای بقیه یه دوست حمایتگر و از خود گذشته میشه اه. دوباره میبینید بیشتر از اینکه به خودمون ارزش برای خودمون ارزش قائل باشیم برای بقیه مایه میذاریم خلاصه که وقتی از سمت دیگران پذیرفته میشده یا نمره خوب میگرفته عزت نفسش میرفته بالا و اگر هم به نتیجه دلخواهش نمیرسید با سر سقوط میکرد وقتی که بزرگتر میشه و میره کالج استراتژی دیگه رو دنبال میکنه برای خودش چندین مشغله درست میکنه علاوه بر درس خوندن تدریس میکرده کارهای داوطلبانه انجام میداده و به قول خودش وقت نفس کشیدن و فکر کردن نداشته بعد برای پر کردن بخشای خالی وجودش رو میاره به رابطه ولی اضطراب ها و بالا پایین های انتخاب شدن و پیدا کردن کسی که بتونه دوستش داشته باشه باعث میشه این استراتژی هم موفق نباشه کسی که در واقع برای خودش ارزش قائل نباشه و نه به اون لفظش یعنی خودش رو ارزشمند ندونه اون خود ارزشی بی قید و شرطی که اولش گفتم و نداشته باشه خودش رو دوست نداشته باشه توی هر محیطی هم قرار بگیره همیشه شک میکنه به اینکه اون آدما اون رو دوست دارن یا نه <تصفح> هر رفتار فرد دیگه ای رو ممکنه بذاره به این حساب که نه اونا از این خوششون نمیاد برای همین همچین رفتاری رو دارن و این مثلا شایسته اینه که دوست داشته نشه نویسنده در ادامه توضیح میده که وقتی وارد یه رابطه جدید میشده یا نمره خوب میگرفته موقتا حس ارزشمندی میکرده ولی وقتی به جایی میرسیده که برای خودش به عنوان نقطه ارزش تعیین کرده بود حد رو باز بالاتر میبرده نویسنده که دکتره روانشناسی داره نهایتا به این نتیجه میرسه که دوای این حس کافی نبودن و بیارزشی خود ارزشی بی قید و شرطه که به معنی اینه که تو لیاقت داری که زنده باشی، دوست داشته بشی بهت اهمیت داده بشه و جای خودت رو داشته باشی با رسیدن به این باور افسردگی و استراب هم درمان میشه حالا این خود ارزشی بی قید و شرط میگه که چند تا مورد هست میگه خودتون رو ببخشید ما اکثرا از خودمون به خاطر اشتباهات گذشته عصبانی هستیم اتفاق... اتفاقات گذشته رو بپذیریم شرایطی که توی شرایطی که توش اشتباه کردیم دردی که اون اشتباه برامون داشته و درسی که ازش گرفتیم رو به یاد بیاریم و به خودمون به طور واقعی و با مهر بگیم من میبخشمت خودمون رو قبول کنیم ما احساس کم ارزشی می‌کنیم چون فکر می‌کنیم یه مشکلی داریم روزانه از اطراف پیام می‌گیریم که باید بدنمون لباسامون شقدمون و شخصیتمون رو عوض کنیم اگه به جای این روی چیزهایی که در خودمون دوست داریم تمرکز کنیم و بعد کم کم چیزهای دیگه‌مون رو هم قبول کنیم تایید کردیم که خودمون رو ارزشمند می‌بینیم وقتی زندگی برامون سخت میشه معمولا رو میاریم به انتقاد کردن از خودمون که باعث بدتر شدن حالمون میشه اینم احتمالاً اما انجام میدیم در این شرایط ما دلمون می‌خواد یکی باشه بگه می‌بینم که چقدر شرایط برای سخت و میشی ولی من اینجا هم اگه خواستی دفعه بعد که دوچار یه مشکل رو رند شدین، اون یه نفر خودتون باشین و به جای سرزنش به خودتون آرامش بدید با آدم‌های حامی ارتباط داشته باشید ما وقتی احساس بی‌ارزشی می‌کنیم از رابطه‌هامون کناره میگیریم و این جدایی حالمون حال رو بدتر تشدید می‌کنه حالا بعدمون رو تشدید می‌کنه آدم‌های حامی آدم های حامی اطرافتون میتونن کمک بزرگی برای برگردوندن ما به مسیر درست باشن مسیر ارزشمندی بی و شرط سخته و شجاعت میخواد خودت رو از شرایطی که ایجاد کردی رها کنی ولی این مسیر زیباست و ارزش رفتن رو داره این هم نظر من خیلی جالب بود و قطعا هممون میتونیم با یا همش یا بخش زیادیش ارتباط برقرار کنیم مطمئنا فقط سعی نکنیم خودمون خودمون رو درمان کنیم یعنی من همیشه به آدم پیشنهاد میکنم که اگر که واقعا احساس میکنید مشکلی وجود داره صحبت کردن با یه نفر که کارشینه خیلی بیشتر میتونه به شما کمک بکنه ما خیلی وقتا دوست داریم که به خاطر اینکه شرایط آن دوست نری در صحبت کردن در مورد احساسات و اینا زیاد جذاب نیست واقعیتش مخصوصا اگر که خودت هم اون شرایط غریبه باشی اونقدر باش کافته نباشی اونقدر باش راحت نباشی برای همین اگر که احساس میکنید که نیاز دارید یا از مشکلی هست که داره اذیتتون میکنه حتما از پروفشنال استفاده بکنید یعنی سعی نکنید خودتون خودتون درمان بکنید گوگل هم واقعا نمیدونه که شما دقیقا مشکلتون چیه آره حرف زدن واقعا تاثیر داره خیلی من اینو متوجه شدم تا قبلش سخت واقعا تاثیر داره همین من هم کم میشه آره یعنی نه. وقتی که نه. هیچ وقت کارو نکردی به نظرت خیلی سخت برداشت من اینه همه یه انسان ها احساس دارن و این احساس ما خب از ناخودآگاه میاد ما که کنشوری روی احساس نداریم حالا روانشناسا میگن احساس درونیه از بیرون که نمیاد از درون شما, شما یه احساسی داری ما یا یاد گرفتیم که این احساس رو متوجه بشیم و بهش بپردازیم که من میدونم میگم که اکثر ما توی فرهنگ ایرانی این رو یاد نگرفتیم برعکس خیلی وقت‌ها هم تقبیه شده که شما مثلا احساس داشته باشی به احساس توی مثلا به میگونه لوسی یا نمیدونم هرچی نه ما یاد میگیریم که این احساسمون رو در لحظه متوجه بشیم بهش بپردازیم مثلا اگه در لحظه ترس داریم مضطربیم استرس داریم نمیدونم خوشحالیم ناراحتیم یا اگه یاد نمیگیریم سیستم عصبی این میگم برداشت منه سیستم عصبی میاد این احساس رو حجمش رو زیاد میکنه تا تو متوجه بشی متوجه نشی باز بیشتر میکنه متوجه نشی باز انقدر این حجم رو زیاد میکنه و تشدید میکنه تا تو متوجه بشی و این انتهاش ممکنه به مثلا حالتهای واکنش عصبی برسه واکنش عصبی به معنی بد شدن و اینا نیست منظورم اینه که چون مثلا یه درد فیزیکی تو بدنت حس میکنی نمیدونم دوچاره بیقراری میشین حتی تا پنیکتک و اینا ممکنه پیش بره یا ما اینو یاد میگیریم که به موقع بهش بپردازیم یا یاد نگیریم انقدر سیستم عصبی این رو برای ما بزرگ و بزرگ میکنه که دیگه مجبور بشیم بهش توجه کنیم و این حالا ایمان گفت کمک بگیرید کاری که خب آدمای حرفی میکنن همینه مطالعه بیشتری داشتن نسبت به ما سوادشون بیشتره بیشتر میشناسند این مفهوم رو به تو کمک میکنن که در واقع احساسات خودت رو بهتر بفهمی و بتونی بهشون پاسخ مناسب بدی خیلی آسون میشه تجربه شخصی من اینه که آره، آسوم وقتی که بگی آسون میشه بعد بعدش اصلا میفهمی چقدر لذت بخشه خوب شد که گفتی یعنی بعد از اینکه صحبت میکنی میفهمی که چقدر راحت تر شد <applause> آره. قبل گفتن اونجوری نه کسی که نمیفهمه بفهمم که اصلا کمکی نمیتونه بکنه ولی ام. واقعا یه وقتا یه جمله یه سوال کل زندگی تو میتونه عوض کنه حالا ایمان مشاور رو گفت من اخیرا مشاور یه سوال از من پرسید ام. این سواله الان کل ذهن من رو گرفته هم هم چرا مثلا این سوال به ذهن خودم نرسیده بوده هیچ وقت خیلی جالب آجه. بعدا از بوم بپرس. آره دوستان عزیز دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید یک ساعت و دو دقیقه و سی و هفت ثانیه اپیزود داشتیم دم تک تکتون تک گرم مرسی که حمایت میکنید مرسی که تو این دوران آه... کنار ما بودید سال نو تک تکتون تک دوباره مبارک آه... آره اینو, ب... عشق اینو بگم حالا اپیزود صدف رو که توضیح دادیم یه کیو ای باش میذاریم اپیزود گلناز رو ادامه میدیم سعی میکنیم یواش یواش یه ذره برگردیم به روال قبلی که حالا یه وقتایی مثلا یه اپیزود موضوع محور بیاریم یه وقتی دوباره همینجور مکالمه این مدلی داشته باشیم اه. توی پنج شیش ماه گذشته به خاطر شرایطی که ایران داشت و در واقع کاری که با انسانهای ایرانی دارن انجام میدن توی اون کشور ما هیچ هیچ کسی روند عادی نداشت زندگیش و همه چیز عوض شده بود ما یواش یواش سعی میکنیم که با یه دید جدید در واقع حالا اپیزودهایی که هم با گلناس هم با صدف داشتیم دقیقا به خاطر این بود که یه نیازی حس میشد یه دردی حس میشد ما این نیازه رو تلاش کردیم آدمهایی رو در واقع توی برنامه داشته باشیم که اون نیازها رو پاسخ بدن سعی میکنیم همچنان اینجوری باشه یعنی اگر هم روزی ما اپیزود در واقع موضوع محور داشته باشیم یه مقدار مرتبط باشه با این شرایط از اونورم حالا این اپیزودهای گفتگو محور که خب جایگاه خودش رو داره، تاثیر خودش رو داره همیشه ما نیازی نداریم مثلا اطلاعات جدید بگیریم همیشه نیاز نداریم مثلا فکرمون مشغول یه موضوع خیلی عمیق و چیز باشه یه وقتی از روز لازم اون کار رو بکنی یه وقتایی هم دقیقا همین اپیزودی که راحت پیش بره مکالمه باشه حس کنی توی جمع دوستانه نشستی و حالا آدم ها دارن حرف خودشون رو <applause> <applause> دیگه دیگه اگه خود خب دیگه, دیگه, دیگه تفتش نده نه دیگه تفتش نده. نده دیگه اگر که میخوای بگی دیگه بگو این همون یه داریم میکنیم آقا برای داره چی آخه جمله بندی چرا عرق میکنه که وقتی میتونی با <تصفح> یه کلمه آره همین که ایمان گفت دیگه خلاصه هر کدوم جایگاه خاص خودش داره و تعادل بسیار مهمه اینم از چیزایی که من جدید متوجه شدم تو زندگی تعادل خیلی مهمه و من الله توفیق و عید الله الحمد آقا دم همتون گم خیلی خیلی ممنون ما میریم تا اپیزود بعدی نمیدونیم که یه میریم کنیم هفته بعد باشه دیگه آره سعی میکنیم که هفته بعد باشه سعی میکنیم که یه شروعی به یه سیزنی بدیم یعنی یه کامیتمنتی رو انجام بدیم و یه سیزن رو شروع کنیم اگه خدا بخواد حالا میخوایی نرالو حالا ما یعنی نه دیگه همه رو توی در واقع سیزن زنزنگی آزادی تا الان آپلود میکردیم و دیگه شروع کنیم دمتون گرم خیلی خیلی ممنون فعلا خدافظ 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 همچنان زن زندگی آزادی